حصر یک شنبه پدرش را جوانان مسلح در برابر خانه ایشان در 500 فامیلی کابل کشتند و برادرش را هم زخمی ساختند. نزدیکان این خانواده ادعا دارند قاتلان لباس نظامی به تن داشتند. پدر ما را زد، اینمیشه که کینی خونکایش است. ما را صغیر ماند. ای بچه خاطری دولت است که تفنگچه را بچه خاطر میتی. کابل در هفته‌های اخیر بیشتر گواهی رویدادهای از این دست بوده است. در اوضاعی که مردم به سرنوشتی کرسی فرماندهی پلیس این ولایت را از علتهای اصلی افزایش بی‌بندوباری ها در پایتخت میگوید. ما در ماه اخیر سال جاری 1396 بیشتر از 3500 مجرمین سازمان یافته در جرایم گوناگون در شهر کابل گرفتار کردیم. به دنبال حمله انتحاری در برابر سفارت آلمان و تظاهرات گسترده پس از این رویداد، کارهای فرماندهان پلیس و گارنیزیون کابل به تعلیق درآمدند. اکنون در حدود 6 ماه می شود که محمد افضل امان سرپرست گارنیزیون کابل است و نیز سرپرستی فرماندهی پلیس را در این مدت محمد سالم احساس به دوش دارد. در همین حال بیش از 2 سال است شهرداری کابل نیز از سوی سرپرست اداره می شود. دوی کچیر تا دی سرپرستی سخل رکوی یا مرافی کوی شورا تا نو ایغو چیغ را پورتا کیگی چه والا موگ واجد شرایطی و موگ تا حق را کولا سقیم زرارش برمی گرده برای حکومت افغانستان که فعلا با عنوان یک حکومت سرپرستی مطرح شده. با این حال وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله به چگونگی سرپرستی‌ها در این نهادها دید دگرگونی دارند. گارنیزیون کابل هیچ نوع سرپرستی در امور محاوله‌شان در امور روزمره‌شان نامدن. افراد اهل، افراد شایسته، افراد با ظرفیت، افراد با کفایت و با درایت در این بخش استخدام خواهد شد. کندی کار در نهادهایی که از سوی سرپرستان اداره می شوند، با اندک بودن صلاحیت ها و نیز پاسخگو نبودن این سرپرستان از انتقادهای جدی استند که حکومت وحدت ملی را از برای آنچه که ادامه سرپرستی ها در این حکومت گفته می شود به چالش کشیدند.